سلام دوستای خوبم، میخوایم با هم دیگه فصل چهارم بحث توان و ریشه‌گیری رو شروع کنیم. فکر کنم شما دارین از سال هفتم همین جوری هی پشت سر هم توان میخونید، درسته؟ چیز جدیدی هم نمیخوام به مطالب قبلی اضافه کنم. مطالبی رو که تو سال هفتم هشتم یاد گرفتین، اول یه مرور کوچولو با هم میکنیم. یکی دو تا مطلب کوچیک، توان منفی و این اضافه شده، چیز خاصی اضافه نشده. توان چی بود؟ بچه ها برای خلاصه شدن ضرب های تکراری ما از توان کمک میگیریم. بزنین یه قدم برم عقب‌تر. اصلا چرا ضرب خلق شد؟ ضرب خلق شد که بچه ها ما رو تو جمع های تکراری کمک کنه. مثلا وقتی من میگم 5 به اضافه 5 به اضافه 5، خب این در نگاه اول ساده است که 5 و 5 10 و 5 15، درسته؟ اما اگر به جای اینکه 3 تا 5 رو با هم جمع کنم، قرار باشه 1 میلیارد تا 5 رو با هم جمع کنم، چه اتفاقی میفته؟ چندین سال از عمر ما میره تا 1 میلیارد تا 5 بخوایم بنویسیم. ریاضیدان‌ها اومدن سمبلیشن زدن. چیکار کردن؟ اومدن جمع‌های تکراری رو خلاصه کردن. گفتن به جای اینکه 3 بار 5 رو با خودش جمع کنی، میگیم 3 تا 5 تا 3 تا 5 تا، 3 ضرب داره 5. بعد دوباره سر ضرب ها توی ضرب های تکراری همین مشکل به وجود اومد. یعنی چی؟ 5 ضرب داره 5 ضرب داره 5. خب میگه 3 تا 5 مشکل نداره. اگه قرار باشه 1 میلیارد تا 5 تو هم ضرب کنم، باز مشکل پیدا میشه دیگه، درسته؟ دانشمندای ریاضی اومدن گفتن به جای اینکه ما ضرب های تکراری داشته باشیم، میایم از توان کمک میگیریم. به جای اینکه 3 بار عدد 5 تو خودش ضرب کنم، میگم 5 به توان 3، یعنی 5 رو 3 بار در خودش ضرب کن. پس به جای اینکه 1 میلیارد بار عدد 5 رو در خودش ضرب کنم، می نویسم 5 به توان 1 میلیارد. این تا اینجا از بحث اینکه چرا اصلا توان خلق شد. بریم سراغ قوانین اولیه توان. قوانین ضرب و تقسیم اعداد تواندار رو سالهای قبل یاد گرفتیم. یه مرور کوچک با هم بریم. توی ضرب اعداد تواندار، اگر پایه ها یکسان باشه، a به توان m ضرب در a به توان n، پایه ها یکسانه، پایه یکسان رو می نویسم، توان ها با هم جمع میشن، m به اضافه n. مثلا 7 به توان 3 ضرب در 7 به توان 2، 7 رو می نویسم، توان ها جمع میشن، 3 به اضافه 2، پس میشه 7 به توان 5. این اولیش. قانون دوم چی بود؟ در ضرب اعداد تواندار اگر توان ها مساوی باشن، مثلا a به توان n ضرب در b به توان n، اینجا توان ها مساوی هن، توان ها رو می نویسم، پایه ها در هم ضرب میشن، مثلا 3 به توان 5 ضرب در 4 به توان 5، 5 رو می نویسم، پایه ها ضرب میشن، 3 4 تا. توی تقسیم هم دو تا قانون مهم داشتیم. در تقسیم اعداد تواندار وقتی پایه ها یکسانن، a به توان m تقسیم بر a به توان n، که اینو اینطوری هم میشه نوشت، a به توان m تقسیم بر a به توان n. دقت کنیم بچه ها، یکی از پایه ها رو می نویسم، حواست با منه، یکی از پایه ها رو می نویسم، توان بالایی منهای توان پایینی، m منهای n. به شدت مهمه ها، جا به جا بنویسی جواب غلط در میاد. مثلا 8 به توان 5 تقسیم بر 8 به توان 2، این برم می نویسم 8 به توان 2 تقسیم بر 8 به توان 5، که فرقش خوب درک کنی. 8 رو می نویسم، 5 منهای 2 میشه، پس میشه 8 به توان 3. اما یکی رو نگاه کن، 8 رو می نویسم، 2 منهای 5 میشه، پس میشه 8 به توان 3. توان که نمیتونه منها بشه، کی گفته نمیتونه؟ ما تا الان یاد نگرفتیم توان میتونه منفی باشه. امسال قراره خیلی مفصل رو توپل بهش بپردازیم. نکته بعدی در مورد تقسیم، اگر توان ها مساوی بود، a به توان m تقسیم بر b به توان m، که میتونم بگم a به توان m تقسیم بر b به توان m، m رو می نویسم، a رو به b تقسیم میکنم. دقت کنین، بالایی تقسیم بر پایینی. مثال بریم، 10 به توان 7 2 به توان 7،
دو به توان هفت، ده به توان هفت. خب توان ها مساویان، هفت رو می نویسم، ده رو تقسیم بر دو می کنم، ده تقسیم بر دو میشه پنج. اما یکی هفت رو می نویسم، چی رو باید به چی تقسیم کنم؟ دو رو باید به ده تقسیم کنم. دو تقسیم بر ده یا باید دو دهم اعشاری بنویسی، یا میگی آقا دو تقسیم بر ده ساده میشه، دو دهم میشه یک پنجم، میشه یک پنجم به توان هفت. و مشخصا اینا با هم زمین تا آسمون فرق میکنن. این از چهار تا قانون اصلی تو بحث توان. دیگه تو توان چیا داشتیم از سال پیش؟ ما توی توان دو تا مطلب یاد گرفته بودیم، توان در توان و توان توان. اینا چیه داستانش؟ اینا رو بریم با هم دیگه بررسی کنیم. اما توان در توان چیه؟ توان توان چی؟ خب اول توان در توان. اگر یک عدد تواندار مجدداً به توان برسه، توانها در هم ضرب میشن. کلن یادتون باشه پرانتز عامل ضربه، این دوتا در هم ضرب میشن. هفت به توان پنج به توان سه، پنج ستا پونزده. چهار به توان دو به توان سه به توان پنج، چهار رو می نویسم، دو ستا شیشتا، شیش پنجتا سیتا. این شد توان در توان. اما توان توان چیه؟ بچه ها بعضی موقع ها طراح محترم سوال، خودمونی بخوام بگم یه ذره آزار داره، میاد چیکار میکنه؟ به جای اینکه بگه هفت به توان هشت، هشت رو میگه دو به توان سه، به جای هشت میگه دو به توان سه، دو به توان سه میشه هشت دیگه. پس توان توان چیه؟ اگر توان یک عدد تواندار به صورت توانی بود، آب توان ام به توان ام. ببین توان خودش توانیه، تو اول این توان توان رو حساب میکنی بعد میذاری رو کله پایه. یعنی وقتی به من میگه هفت به توان دو به توان سه، تو میگی دو به توان سه میشه هشت. یا مثلا پنج به توان دو به توان سه به توان دو. یا علی چی شد؟ نه هیچی نیست، آسونه. ببین چون الان اینجا پرانتزی در کار نیست، اولین سه به توان دو میشه نه، پس فعلا میشه پنج به توان دو به توان نه، درسته؟ دوباره باید توان توان رو حساب کنم، دو به توان نه هم میشه 512. اگه شما دو رو نه بار در خودش ضرب کنیم میشه 512. پس این میشه توان توان. پس دو تا مطلب یاد گرفتیم در توان در توان، که پرانتز و کروشه و اینا وجود دارن، توان ها رو تو هم ضرب میکنم. اما در توان توان اول توان توان رو حساب میکنم و قرار میدم. یه مثال توپل با هم حل کنیم. مثالی که براتون در نظر گرفتم از اون سوالاییه که خودم معمولا همیشه تو کلاس به بچه ها خصوصا سر جلسه امتحان میدم که بفهمم آیا واقعا توان در توان 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 یاد گرفتن یا نه. کلن هم یادتون باشه هرچی قیافه سوال سخت تر باشه این کمپوت هارت و پورت میمونه. اینو بارها بهتون گفتم، چون سوال آسونی بوده طراح خواسته یه خورده گندش کنه که شما بترسین، اگه نه هیچ چی نیست. بریم سراغ حلش الان میبینید. بچه ها اولیش بریم، پنج به توان دو به توان سه به توان دو، پرانتز یا کروش عامل ضربه، پس توان ها ضرب میشن، دو سه تا شیش تا شیش دو تا دوازده تا، اینها ضرب شدن. بریم سراغ بعدی، پنج به توان دو به توان سه به توان دو، بین این دوتا چون پرانتز عمل ضرب وجود داره، اما اینجا من سه به توان دو رو دارم، توان زورش بیشتره یا ضرب؟ مسلما توان. پس اول اونی که زورش بیشتره رو حساب میکنم، سه به توان دو میشه نو، حالا ضرب، دو نه تا هیجده تا. بعدیش ببین بین سه و دو عمل ضربه، ولی از طرف اینجا توان من دارم دو به توان سه، چون توان زورش بیشتره اول توان، دو به توان سه میشه هشت، هشت دو تا شونزده تا. بعدیش اینم که همین الان حل کردیم، پنج به توان دو به توان سه به توان دو. ببین هر موقع دیدی چند تا توان پشت سر هم ردیف شدن، بینشونم پرانتز و کروشه اینا نیست، بالاترین توان باید شروع کنی به هم. یعنی اولین سه به توان دو میشه نو،
پس این میشه چی؟ 5 به توان 2 به توان 9. درسته؟ 2 به توان 9 هم 2 رو 9 بار تو خودش ضرب کنیم میشه 512. به چی رسیدیم؟ به ضرب اعداد تواندار با پایه مساوی. یکی از پایه ها رو مینویسیم، توان ها رو جمع میکنیم. 12 و 18 30 با 16 46 با 512 558. تموم. خب دیگه الان وقت این رسیده که من بهتون توان منفی رو معرفی کنم. توان منفی خیلی هلو برو تو گلو. بچه ها هر موقع توان پایی شما منفی بود، برای این که توان مثبت بشه کافیه پایه رو معکوس کنید. همین، تموم شد توان منفی. ببین، پس آبیوم به توان منفی N، اینو بخوام حساب کنم آبیوم معکوس میشه، میشه بی آم، توان مثبت میشه. مثلا 5/4 به توان منهای 2، برای اینکه اینو حساب بکنم 5/4 رو معکوس میکنم میشه 4/5، توان میشه مثبت 2. 4/5 به توان 2 هم یعنی 4/5 ضرب داره 4/5 16/25. پس برای محاسبه توان منفی فقط کافیه پایه رو معکوس کنیم. یه مثال دیگه با هم بریم. مثلا 2 به توان منهای 3. خب این 2 رو چیکارش کنم؟ کافیه بهش مخرج 1 بدی، معکوس بشه میشه افتاد تو مخرج، درسته؟ میشه 1/8. پس بچه ها اگر عددی توی صورت بود توانش منفی بود، برای اینکه محاسبش کنی بندازش تو مخرج. برعکسش هم میشه، بله. پس اگر عددی توانش منفی بود و تو مخرج بود، برای اینکه مثبت بشه بندازش تو صورت. مثلا 3/5 به توان منهای 2، میخوام اینو حساب کنم. این 3 بدبخت که توانش اصلا مثبت، هیچ مشکلی نیست. برای اینکه این مثبت بشه میاد تو صورت. خب اومد تو صورت مثبت شد، مخرج هیچی نمون، یعنی 1، درسته؟ پس میشه 3/25 1/5 75 1/5 75. پس یه جمع‌بندی کنیم. اگر عدد شما کسری بود و توانش منفی بود، برای اینکه توان مثبت بشه کافی معکوس بشه. اگر عدد شما توی صورت کسر بود و توانش منفی بود، برای اینکه مثبت بشه از صورت بندازش تو مخرج. و اگر تو مخرج بود، توانش منفی بود، برای اینکه توانش مثبت بشه از مخرج بندازش تو صورت، توانش مثبت میشه. بریم که میخوام چند تا نکته مهم و مثال مهم براتون حل کنم، از اون نکته‌ای که حتما سر کلش براتون تو امتحان پیدا میشه. خب حواستون رو خوب جمع بکنید. اگر احیانا ولو شدین رو مبل و اینجور چیزا، یه ذره درست درمون بشینین. چرا؟ چون میخوام یه چند تا مثال و نکته مهم رو با هم قرقاتی کنم، از اون مثالایی رو بهتون بگم که حتما تو امتحان خرداد سر کلش پیدا میشه. اولین نکته و مثال مهمی که میخوام بهتون بگم، فرق چند تا عبارت. ببینید دوستای خوبم، منفی 5 به توان 2 و منفی 5 به توان، در ظاهر جفتشون منفی 5 به توان 2 هست. اولی منفی 5 به توان 2، دومی منفی 5 به توان 2. اینا با هم فرق میکنن. ببین تو اولی توان 2 هم مال منفی هم مال 5، در حقیقت منفی 5 داره دوبار در خودش ضرب میشه. منفی 5 ضرب داره منفی 5 میشه مثبت 25. اما تو این یکی توان 2 فقط مال 5، پس این منفیه رو میذارم، 5 به توان 2 هم میشه 25. پس به فرقاشون دقت کنیم. حالا یه خورده بریم سخت‌ترش کنیم. چیکارش کنیم؟ منفی 5 به توان منفی 2، منفی 5 به توان منفی، اینا رو با هم حساب کنیم. چیز سختی نیست، یه خورده حوصله میخواد. منفی 5 به توان منفی 2، گفتم توان منفی باشه چجوری مثبتش میکنیم؟ اینو میذاریمش تو مخرج. الان مخرجش یه که دیگه، درسته؟ این میاد توی مخرج، منفی 5 اومد تو مخرج، توانش دیگه مثبت شد. صورتی چی نمونه میشه؟ 1. پس میشه 1 بروی بچه ها. منفی 5 به توان 2 رو اینجا حساب کردیم، شده بود چند؟ 25. اما یکی
گفتیم این توان فقط مال پنجه، پس منفی رو بذارم، پنج به توان منفی دو رو با هم حساب کنیم، پنج به توان منفی دو اگه بهش یه مخرج یک بدم، برای اینکه توانش مثبت بشه کله پاش کنیم، معکوسش کنیم، درسته؟ یک بیست و پنجم. پس این میشه منفیه، این چند شد بالا حساب کردیم؟ یک بیست و پنجم. اما بچه ها اگر توانش فرد باشه چه اتفاقی میفته؟ از توان فردش هم با هم مثال حل کنیم. منفیه چهار تا مثال از توان منفی نوشتم و پایه منفی. یه لحظه استوب کنین، خودتون حل کنین، بعد حل منو نگاه کنین. خب اگر حالا بخوایم اینا رو حل کنیم، اولیش منفی 4 به توان 3، پس منفی 4 باید 3 بار در خودش ضرب شه. منفی در منفی مثبت، در منفی منفی، 4 4 تا 16 تا 4 تا 64. بعدیش توان 3 فقط مال 4ه، پس منفی رو میذارم، 4 به توان 3 میشه 64. این یکی چون توانش منفیه، برای اینکه توانش مثبت بشه منفی 4 میفته تو مخرج، توان مثبت میشه، صورت 1، پس میشه 1 به روی منفی 4 به توان 3 اینجا حساب شده. اما یکی منفی رو بذارم، ببین 4 به توان منهای 3، 4 به توان منهای 3 رو بخوام حل کنم، معکوسش کنم، درسته؟ پس جوابش منفیه 1/64. یه جورایی انگار توان فرد هیچ اثر خاصی نداره، درست میگم؟ اما دو تا تمرین بعدی که احساس میکنم مهمه و لازمه اینجا بهتون بگم چی هست، همون کاری که توی مثال قبلی انجام دادیم این دفعه میخوام توی کسر براتون پیاده کنم. 3/5 به توان 2 کاری نداره که، یعنی 3/5 رو دوبار در خودش ضرب کن، 3/5 ضرب در 3/5، 3 × 3 = 5. اما بعدی چه فرقی با اون بالایی داره؟ اگه دقت بکنید تنها فرقی که داره اینه که این پرانتز نداره، اتفاقا اصلی ترین فرقش هم همینه، چون این پرانتز نداره توان دو فقط مال 3، پس فرقش با اون قبلیه چیه؟ چون قبلیه پرانتز داره توان دو هم مال 3 هم مال 5، ولی اینجا که پرانتزی در کار نیست توان دو فقط مال 3، پس میشه 3 ضرب در 3، به این 5 بدبخت هیچ دست نمیزنی چون توان مال 3، جواب میشه 9/5. قیافه بعدی رو نگاه کن، 3/5 به توان منفی 2، توان منفیه، چجوری مثبتش کنم؟ کس رو کله پاش که کنم مثبت میشه، 3/5 به توان منهای 2 میشه 5/3 به توان مثبت 2، عین قبلیه، توان 2 یعنی 5/3 ضرب در 5/3 میشه 25/9. آخری توان منفی 2 فقط مال عدد 3 هستش، چجوری مثبتش کنم؟ چون تو صورت کسره، خوب دقت کن آقا، اینو من ستاره میزنم، خیلی مهم، 5 رو کاریش ندارم چون توانش مثبت، 3 به توان منهای 2 برای اینکه مثبت بشه میفته تو مخرج، لاش عمل ضربه. خب این که بیا تو مخرج دیگه تو صورت هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه یعنی 1، پس میشه 1 به روی 5 ضرب داره 3 به توان 2 میشه 9. اما دو تا تمرین بعدی که از اون تمرینایی که توی آزمونای نمونه دولتی هم سر و کلهش پیدا میشه، اول من اینو میخوام حل کنم، 3 به توان منهای 1 در 5 به توان منهای 1 برای 2 به توان منهای 1. بچه ها از اون جایی که بین عددهای صورت عمل ضرب وجود داره، برای اینکه توان منفی رو از بین ببرم میتونم از نکته‌ای که اینجا بود استفاده کنم، یعنی اگه تو صورت بود بندست تو مخرج، اگه تو مخرج بود بندست تو صورت میشه، 3 به توان منهای 1 میاد تو مخرج مثبت میشه، 5 به توان منهای 1 میاد تو مخرج مثبت میشه، 2 به توان منهای 1 میره تو صورت مثبت میشه، پس میشه 2/15. اما تو بالاییه اول راه حل غلطشو بدم،
طرف میگه 3 به تمام منهای 1 میاد پایین، 5 به تمام منهای 1 میاد پایین، 2 به تمام منهای 1 میره بالا، میشه 2 هشتم. غلطن در غلط. به لاش نگاه کن، عمل جمع وجود داره. وقتی عمل جمع وجود داشته باشه ما حق نداریم از این کارهای خارق العاده انجام بدیم. پس چیکار باید بکنیم؟ هیچ، این بچه خوب هر کدوم رو سر جای خودش باید حل کنی. یعنی چی؟ یعنی این 3 به توان منهای 1 خودش مخرج 1 داره دیگه، میشه 1 سوم به توان 1 به اضافه 1 پنجم، این خودش